بسم الله الرحمن الرحیم به نام خالق زیبایی های عالم بیننده خوب تلویزیون اصلاح سلام بر شما از برنامه بوی خوش روستا و این بار از روستای زیبای طلاب مربوط ولسوالی انجیل در خدمت شما عزیزان هستیم تا آخر برنامه همراهمان باشید بیننده عزیز در قریه زیبای طلاب مربوطه ولسوالی انجیل هستیم و در کنار یک تن عزیزایی که در این قریه مصروف یا مشغول آسیابانی هستند ابتدا میخوام که خود معرفی کنم و بعد درباره آسیابانی و آسیابداری صحبت های باشون داریم بسم الله الرحمن الرحیم مولای محمد دین بچی مولا قلم دین اطلاع محمد دین چند سال میشه که شما مصروف آسیابانی هستید در قریه؟ ده سال میشه ده سال. و این آسیابی که شما دارین چی یاد میشه ما چون آسیاب های آبی دیدین از آسیاب هایی که سنگ میچرخونه دیدین ولی این فکر میکنم تفاوت نیست این گندم میشه جو میشه جوری نه میشه. اصلا نه نوعیت از چی نوعه نوعیت از اینا چه کوشیه دیگه اینا موقعی که آردم میکنه که به خون مثلا قلبی نمای بکنی همونطور میشه خمیر کنی خب آرد نرم بله آرد نرم میکنه ما در جا... که آسیاب آبی بود نفهم غریج شما هم هست آسیاب آبی نه میگفتن که کیفیت آرد آسیاب و آوی نسبت به ای آسیاب های برقی یا ماشینی که هسته بتره او دیگه میگم آرد نمی سختم خب. بله البته تبلیغات سونه شد باز علیه که خب. باز از ما کنسا این ماشین ها بیست سی کسی این ها کمزورتر این ها باز هم آرده نمی سوزنه باز همی و آوین ها اونا سا من بدر میکنه هم کبر همی کبره بلیو. اینا سه چل من میکنه به ساعت چل من گندم آرد میکنه بله آرد میکنه خب. بیننده گرامی یک ضرب المثل هم از یاد اومد که میگه من من این سر و ریشی که سفید شده در آسیاب سفید نکردم شما چی رقم سر و ریش سفید شده ای رو آسیاب سفید کرده یا نه نه دستیا سفید نشده ما ده سال سیوانی خب، یعنی جور زمانه باعث شده که اینا سفید بله بله خب تقریبا در هر شبان روزی چقدر بار یا همون گندم یا جو در آسیا به شما که اونا رو آرد میکنه وقت وقتا میشه که اصلا هیچ چی بار ندارن روزی هم هسته که چهار پنج بار بار دارن تنها همی مصروفیت رو نردن در قریه یا دیگه مصروفیت های هم دارن کش کشورزی هم داره دیگه گویدری هم دارن بیننده گرامی امت مردم قریجات زیاده در پلو یک شغله که دارن حتما دو کار دیگه یا شغل دیگه هم دارن تشکر موفق و باشین زنده باشین جنرل گرامی به دست گرفتن و آسا یعنی دیگه نشانه رفتن است یعنی امیدی دیگه آنچنان نیست در کنار یک تن از بزرگان قریه زیبای طلاب قرار دارم و خواستیم که با ایشان هم صحبت دشته باشیم و در دل, دل دشته باشیم با ایشان های از دوران جوانی و نوجوانی پدر جان کوکو جان ممنونه باشین سلامت باشین خوش خوش سلام عزیزم به میشه بگین چند ساله هستیم می... نه یعنی... نزدیک به 80 سال خوب آه. نزدیک به 80 سال عمر داریم بله تمام عمر گران با گر... که شما دارین در همین قریه طلا گذراندن درسته بله ما معلومه به چی هم طلا میشه از دوران جوانی و نوجوانی خصوبات دشته باشین جوانی در که بودی. ما در ما که بودیم ما خود کلون خرم فامیلی کار کردن خرم فامیلی حالی نه حالی ما که به همیشه پیش شمی پششتیم نفره بشینیم گبزنم میگه ای دیوانیه ای فیلم ای 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 چه چرکات نه اون که احترام بزرگان سر جاهه و انشالله این حرفا آنچنان نیست خب میشه بگین که فاصله قریه شما تا شهر زیاد هم هست در اون زمانی که شما دهقان کار هم بودین و کشتکار کار محصولاتی که به دست میوردین چی قسم انتقال میدادین به شهر؟ ما, ما به خر می این محصول ایلشیم که نیاری که گندم هم بوده گندم داریم با سرچرخ هم میبریم نگران آره خیر اینا از بند نرفته چارو کلا مسیر را پیاده طی میکردن رفت آمد شهر دیگه سعی همین صبح صبح شهر پیاده میمشم پیاده میمادم در او زمان جوان ها قوی تر بودن در زمان جوانی که شما داشتین یا جوان که فعلا هستن این جوان ها دیگه مقصد از این در حال بگشت دنیا فهمیدین کرده ها ما پیاده میمشیم میمادیم برای درک شما دارم یا پلاگ می‌رسیم یا چبلی دیشی اما با کار خود مشغول بودیم. با کشت هم بودیم. نگه کشت ما بود که مثلاً گندم بود، شلی بود، ماش بود، کنجت بود. فهمیدی؟ کم بود. همه چیز بیشتر پالیز بود. اینا کار اولم نیه که ما ایش کش کنیم. اگر دوباره زمین مساید بشه و مثلا آب که شما میگین فعلا نیه زیادتر بیایه هنوز هم میتونیم کشت و کار کنیم شالی و کارین پالز بکاریم بله ها میکنیم بله ها میکنیم بله خود, خود شما خود خود ما بله بیننده در حالی که سن پدر جان خوب بلند هم هست گفتن که تقریبا 80 سال عمر نه اما هنوز هم ایمان قوی دارن و میتونن که کار کنن و دست از کار نمیکشن خوب دیگه مزایم شما نمیشون و یک نصیحتی هم برای جوان داشته باشیم آه. مامال از چه مامی جوانا خوش کنم، بسیار خوش کنم از اینا خوشم کمی جوانا مقصد به میز را راسته باشم همین نماز تاعت خود بکنم خود کارم فرق کنم دیگه بسم الله اللہ اکبر دیگه چی ما بکنم موفق باشیم پدر جان و این هم اسای دست شما بجهب. روزی از روزها ما این اثار حتما به دست خواهیم گرفت بلده بلده شما هم حتما بزرگار یاد میدین که اسا داشتن و شما جوان بودین بجهب. و فعلا آنها نیستند و شما اسا دارین درسته خب بیننده عزیز در کنار یک تن از فرماندهان جهادی به نام عبدالعزیز مشهور به پوران یا پورانی هستیم و با شان صحبت داریم درباره خاطرات جهاد که دارند کلا میخوایم که با شان صحبت از دوران جهاد و مقاومت داشته باشین میشه که ابتدا از این صحبت کنین که در چی سن سال بودین که شما به صفوف جهاد پیوستین عزیز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و قول جال حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زهوقا کنم به خدمت شما که ما به سند تقریبا 22 و 23 که ما در دوران جهاد اول جهاد ما شروع به جهاد کردیم به امروی جناب امیر صاحب اسماعیل خان که وقت پایگاه ان صحیح تاسیس نشده بود وقتی که پایگاه تاسیس شد پایگاه امارات عمومی ویژه جنوب غرب در همه قریه طلب در محل بالا تاسیس شد و شروع به جهاد کردیم به امروی امیر صاحب اسماعیل خان تا به پیروزی از پیروزی هم که بعد ما افسر نظامی شدیم در فرقه هبدی راد که به نام فرقی حضرت حمزه سیر یاد میشد تخلیل و که کماندان فرقی علوه الدین شهید بود به همراه از بودیم و قطعی که خودم شخصا دفع اجرا میکردم به نام قطعه کشف خصوصی بود که تو در زمان طالب که آمدمش امش ما شکست خوردیم به در فرقی حضرت حمزه سیر شهدا ما به انجام دادیم دوران ابتدای جهاد گفتین مرکز امارت عمومی قریه طلاب بوده آیا مردم هم زندگی میکردن در اون زمان در, در, کل در دوران جنگ و جهاد تقریبا به وجود یک سال یک سال مردم زندگی میکردن و امارت هم همینجی بود به اساسی که امارت اینجی بود فشار دولت در همین قریه خیلی زیاد بود برادران کلم شاید دستانه هستم قریجات اطراف ما هم شاید دستانه هستم که هر چی که در دوران نجات فیلیت می شود پایگاه اونده قمانده از این قریه صادر می شود و خود امیر صاحب رو به همین جی بود گشت گذار نو همین جی بود حتی بخش معکمه و سارنوالی و نظامی ما همه به همین قریه بودند و فشار دولت خیلی فشار بود به انداده فشاری فشار آمد که به ظرف 24 تا یک ساعت بدون بمباردمان و بدون اوبوس و موشک به یک قدیه نبود بعد از یک سال الا یک سال مردم کلا هم ماجر شد به اطراف به اطراف هم گذاره و پرده مردم, مردم نشد که آخر ماجر شدن به کشور جمهوری اسلامی ایران در او زمانه که در اینجا مرکز جهاد بوده آیا میشه که بگین روزانه چقدر بمباردمان های هوایی میشد چقدر از آتش مورد آتش توپخانه قرار میگرفتیم از کنم به خدمت شما که 24 ساعته چی میکنین که ای تا هفته وارا شده که ما در همین قریه کسی نفوس نتنست تاولا شو بیایه به هفته کسی جرأت خود نایده بیایه همین تا دوامدار ای تا به شما گفته میتونم که روزای شده که ما خود ما در همین قریه بودیم تیارا از میدون حرکت میکرد که بره به شوره بره حتی به ما اینو خلاص شد به می دی سنگ استفاده کنم تا سنگ هم به می قریه استفاده کردن که شاید نمونی از می باشه. از هوا توسط تیاراها ها سنگ به پین توسط هلیکوپتر ها بله سنگ انداخته می شد و فشار تیاره از یک طرف مجرد که تیارا بود نشست میکرد کرد ها شروع میشد اویسا شروع می شد و بیمچیل میزد و به همین قریه هیچ کس جرعت خود نمیدید که مثلا از قریجات اطراف مردم به داخل می قریه بیه ایتا خیلی وقتا شده که فامیلا وقتی که بمباردمان شروع شده فامیلا بیشت هم سر لق و پای به قریجات ها دیگه عزیز که گفتن قریه طلاب مرکز جهاد بوده در ابتدای دوران جهاد و آغاز مبارزه با تجاوزگران روسی و الحمدلله که سمره خوبی هم در برداشت و شکست روس روسیاه و آزادی کشور از دست از او متجاوزگران ده میشه یک خاطره هم از همودران دوران تعریف کنیم بله اگر خاطره بگم کدو خاطره بگم چیزی که بسیار خاطره شما کلا هم روز خاطره جدیدی داشتین همروزه خاطره های جدید جدید ما داشتیم خاطره یک روزی بود که ما تقریبا بمباردمان به می قریه شروع شد جلسه نظامی بود که جمله مولای سمول عبدالقدوس کامل شاید و هم زندی هم. کله شینو قریسه اج قریسه وکیلما ده قریسه جلیل احمد به داخله امارات شتشو بدیم ino معکد جلسه دائر شد خود امیسو حمل شاهد و صحنی هم زنده هم مرضیفه دادم په دامه دروازه امارات او یکه اډ په چا است کورزون خو خدا رحمت کونه که شهید شد او په پشت یکه دو منزلي بود کبه نوم قسوی ملافقی یاد مې شوه مولا الدین ملافقی او به پشت دو پیدا میکرد که مزارت که تیاره از میدون حرکت کنه او سر مصدا کنه که ما صدا کنم که این اتاق و او که شید شد او صدا کرد که فلانی تیاره حرکت کرد ما خور بنداختم به اتاق که تیاره برسید تا اینا تیاره برسید اینا حرکت کردن همین مولای سر مولا قدوس خودی تعداد 14 تا مولای حساب گفت سر و لغ و پای لغ اینا به مندجو زدن به جمله از جمله همون روز به نام سارموال صاحب غلامت شهید شد و این میندیجو خطیب میگن او شی شد و یک نفر زخمی ما خود اف نفر بم و می قریه کفتار خون یت که اعمال پشتم پلو کفتار خون همال دار الفاظ مانه اونجا کفتار ما خود هم نفر برفتم داخل می از جمله هیج عبد العزیز هم هست هم هم که دینم سارا مانه هم شاهد صحنه کامل هست ما برفتیم به می کفتار به با عمل به تقریبا به مسافه 15 متری ما بم تیاره تمام ما با مکفتر خو کو ورک وکلی مو بو مونډیم بعد از مو حرکت کردیم بمبات که غراش و رفتم بیا مونږ دوه خلک ډیر څارخ بز مونږ چنتو ګسپند او چنتو ګاو او حیوانه کوشته شوهه بعد مو توپ ودیشتو منا توپ الله اکبر توپ 75 بود تخلوت ازبونو مو توپ الله اکبر غوښتي میبین همي توپ به خدای مریم ادي وردیستو حرکت کردیم روبه قریه صفيون روبه قریه صفون اونیکه برسیدیم اني مولای سره ملاحظه کوی تاسو خود همو سفیان پایلق رفته بودم از ورخته و از پریشونی پایلق رفته بودم کوشا از این رو بوردم و از قاضی صاحب احمدی یک دسمال سفیدی بمونده بود دسمال شوانگی بود این هم وردشتیم بوردیم یک تصویر شامخصی هم از کس از یک سارنوال موندید بود کمو تا تصویر شامخصی دارم فیلن ما خود ما در خانه دارم یادگار رو دارم از کدوم ما از, از دریا خود ما بگیم جانو اما افسوس میخوره بلند های گرامی ما خود ما را غم احساس میکنم در هر قریجات و به خصوص در اینجی که مرکز جهاد بوده در هر قدمی که بر داریم و میگذاریم یقین دارم که رد پای مجاهد در پی میگذاریم و به صلاح پا در رد پای مجاهد می گذاریم اما افسوس که آنها با همان ایمان قوی و رشادت قوی که داشتن ایستادگی کردن ولی متاسفانه فعلا آنچنان استادگی نیست میشه که در اخیر گفتنی برای همسنگران خود داشته باشیم برای همسنگران خود ما گفتنی دارم از اینکه بگیم نگیم بیتره که یادی از کس از همسنگران ما نکرده همین دولت فیلی دستشاندی فیلی ما که به نام وعدت ملی خو نام گذیشته نی یاد از این از خواهده ما آمده نی یاد از این از معلول ها ما آمده نی هم یاد از این از مج مثلا با فامیل شید خود چقدر کمک میکنه با فامیل های معلول ها خود چقدر کمک میکنه به همه کمک میکنه اما همین وعدت ملی که نام گذاشتن به اصطلاح چی کاری کرده چی خدمتی کرده برای مجاید، برای این مجاهد برای فامیل شید برای فامیل معلول از جمله ما معلول داریم که برام بسم الله نمیجه همال امج کار میکنه داخل این مسجد از کدی معلول خوب بگیم ما از کدی فامیل شهید خوب بگیم و همال چند تا بیوزن داریم که شوهر ادینا به 23 قیام و 24 هیچ چیز شده اما کی عادی اومد شکر در کل میخواستم که صحبت با همسنگران داشته باشیم اگر بار دیگر از شما وطن و دین بخوای آیا آمدگی دارین و در چی حد آماده است؟ ما ایتا به شما قایل صد درصد صد میدین کامل که ما شویرای نام شویرای مجایدین داریم در داخل شهر ایراد هم قرارگاه داریم و هم ریاست شورای داریم که به پلوی دیارت خوزت خوزتاق علی رمیه. ما چهارشنبه به چارشمه کل سران مجاهدین خورد هم را جمع میکنیم حوزت حوزه بخشی کردیم حوزه تیار کردیم هر حوزه 300 نفر 400 نفر 500 نفر چهارشنبه به چهارشنبه دوامدار ما اونجا شورا داریم دید و بازدید از مجاهدین خود داریم حامل فعلا در داخل شهر مشکلات مجاهدین ما به هر سبی که خدا نخواسته برسه ما خود من نماینده هم شورایم در قسمت دولت که مشکلات مجاهدین اول خود حل میکنم و رئیس شورا به نام هجی معروف از طرف امیر صاحب تعیین شده او رئیس شورای قماندان های جهادی ها و شورای همبستگی هم ما داریم، هم شورای جهادی داره اگر دوباره ایجاد بشه یعنی دوباره کشور شما بخواهی استادگی داره انشالله استادگی 100 درصد داریم استادگی صد درصد داریم تشکر از شما خوب بینن عزیز در قریه زیبای طلاب هستیم همچنان و در کنار یک تن از جوانان این قریه که ایشان خطیب یکی از مسجد جامعه های قریه طلاب هم هستند و میخوایم که خود معرفی کنند و بعد با ایشان صحبتی داریم بنده قاریزی اول حق خطیب مسجد جامعه پایان محله قریه طلاب است قریه, قریه طلاب در کل چند مسجد چند باب مسجد داره و چند باب از او مسجد جامعه است قریه تلا فکر میکنم ده یا یازده مسجد داره و دو تا مسجد جامع داره که یکی به مو ابتدای قریه است و یکی به نام مسجد جامع پایان محله طلا بیاد میشه در مسجدی که شما هم خطابت دارین و هم امامت پنج وقت در چی برنامه های برای جوانان نوجوانان برای بزرگ سالان در مسجد خود داریم؟ ما در قریه چون که در اینجا داریم مدرسه علمیه داریم جا در اونجا طلبه ها هستن و حافظ هستن که به ما شاید دیده باشیم سر را کامادیم به ما ابتدای قریه از ما به داخل مساجد نیه به بمو ما مرکز علمیه اسلامی داریم علمی اسلامی داریم اونجا دارالفاز داریم و علمیه داریم ما اونجا طلبه ها هستند که تحصیل میکنم و حافظ ها هستن که مصروف حفظ هستن الحمدلله Uh, الحمدلله نمیتونم که بازم اوقدر تعریف بکنم بگم 100 صد فیصد یعنی 80 فیصد الحمدلله جوانای ما همیشه حاضر به جماعت هستند الحمدلله در همین محل که ما خودم هم اینجا امامت دارم و می پایان محله الحمدلله همه جوانای ما به نماز پاورجا هستند نیروی جوان رو میبینن که در محراب ساده حتما جوانان بیشتر تشریق میشن میشه درباره ساخت و ساز مسجد هم کوتاه صحبت کنین مسجد تازه ساختین آیا بودیجهش مردم بوده یا کدام کسی از بیرون برای شما کار کرده دیگه مسجد همین قسم که شما دیدیم که هنوز هم نیمه کار است حالی هم به داخل مسجد ما کارگر داریم ما خودم همونجا مصروف کار بودم همیالی که ای کار میکنیم ما داخل مسجد مسجد نوساز هست به کمک و همت و یاری خود همین محل می مسجد آباد شده نه کدام تاجر و نه کدام سرمایه دار به اینجا هیچ کمکی نکرده فقط همت نمازگزاره مسجد چون پایبند نماز بودن پایبند دین و عقیده خوب بودن همت کردن واقعا همین مسجد در به همت خود مختدی همین مسجد همین مسجد ساخته شد بیننده گرامی تصویر ما و آقای کاظمی همکار از ما می‌بینین که پشت موتورسیکل نشستیم و هنوز مسیر را میریم تا برسیم به مکتب غریه طلاب که مگه راه هم دوره خیلی پیچ و خم هم داره راه هم خامه هست راه خرابه فقط ان شاء که به سلامتی برسیم به موقعیت شام از پی علم باید گداخت که بی علم نتوان خدا را شناخت بیننده گرامی در صحن مکتب یا لیسته طلاب هستیم و در کنار مدیر صاحب میخوایم که خود معرفی کنن و بعد صحبتی درباره مکتب داریم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلات و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحاب من والا اولتر از همه سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون اسلامی اصلاح تقدیم می‌دارم. دارم این جانب مونیر منیر آمر لیسه طلاب می باشه آمر صاحب لیسه طلاب از چند سال به این دی طرف به لیسه ارتقا پیدا کرده و فعالیت داره؟ از سال 1391 به لیسه ارتقا پیدا کرد قبلا شکل متوسطه بود متوسطه بود بله چی تعداد شاگرد داریم در و چند تایم تدریس میشوند در اینجی؟ به تعداد 700 800 شاگرد بخش ذکور اوناس داریم به دو تایم تایم صبح هست بخش اوناس تایم بعد از ظهر بخش ذکور تعمیری که مکتب داره این تعمیر تقریبا از چند سال پیش یا جدید و تاسیس یا از سابقه است این تعمیر از تقریبا سال 1382 بوده که تاسیس شده همطوری که خودشون به تصویر میبینین تا والا کسی هم ترمیم جدید نکرده به اون سال که ساخته شده بوده از اون فرصت تا ترمیم و طرف مردم تا صورت نگرفت آیا کفاف شاگرد هایی که در اینجا هستن میکنن داخل سیمفایی که هسته میتونن درس بخونن در اینجا؟ نیست، ما تعداد هشت اتاق درسی داریم و دوازده سنف به هر بخشی که داریم دوازده سنف بخش اوناس مانه دوازده سنف هم بخش زکور مانه تیره که شما مشاهده کردیم موضوع چوکی های کنجا یک سنف ما اونجه. دو سنف هم داخل خیمه های، یک سنف هم پشت مکتب اونجه با سای درخت بعضی مواقع با سایه بعضی مواقع با مفتاب ششته هم درس میخونم یعنی سنف ها کمه و از خیمه و از آزاد استفاده؟ از سن آزاد ما استفاده میکنیم و سنف ها ما کفاف <سؤال> نمیکنه چهار سنف ما <سؤال> به حساب بدون اتاق درسی میباشه تشکیلات تدریسی شما چی اندازه چی اندازه معلم داریم در مکتب خو؟ ما چارده نفر بخش اونوس معلم داریم که الحمدلله خوب بخش اونوس معلم کم بود نداریم ولی در بخش ذکور که است ما هفت نفر معلم داریم و دوازده سنف داریم فلان البته رقع زمه استادا میان درس میدن متاسفانه تا به حال به اونها رقع نام داده نشده از راه دور میان تدریس مطابق با مو پرگرام یعنی هسته ادامه داره مطابق با نور ولی استاز کم بود داریم و اتاق درسی کم بود داریم از مشکلات مکتب ماست یاد روزگاران متعلمی بخیر واقعا داری وقتی که در از این چوکی نشستم خاطره دوران تعلیمی و به سلام متعلیم ما زنده شد البته امروز جمعه هست و شاگردان مکتب نیان و ما هم شد که روزی چوکیه بشینه معلمینی که در مکتب شما هستند آیا معلمین مسلکی هستند یا غیر مسلکی؟ بخش ذکر ما که هستند چون تعداد معلوم ها کمن غیر مسلکی هستند بیشتر از علوم دینی هستند ما از هفت نفر تقریبا چهار نفر داریم که اینا از شریعت فارغ شدند یک استاد ادبیات دری داریم که نیسی خان از نمی خیلی اطلاع می و بخش اوناس ما که مطابق به رشته تحصیلی خود درس میکنن چون تعداد معلوما ها پره یا کم بود نیه اقدام کردن برای رفع از این مشکل که کم استاد دارن در مکتب؟ بله ما به پیشنادهای مکرر و همچین مکتوبا ما رسولی انجیل که امریت معارف ما در اونجا مقرر است و اونا پیشنهاد کردیم مکتوبا نمون رو خبر دادین متاسفانه گفتن در سال 1394 به اول سویل انجیل بست داده نشده حتی 150 بست نگفتن ما اضافه داریم که این رو باید کم بشه اونا پیشنهاد کردن که شما معلم اقوزمه بگیرید ما هم گرفتیم مطابق برشته که بعضی استاد هستن که از آخر راه های دور تشریف می آورن و که پیشتر به شما گفتون تا بالا اقوزمه من به داده نشده به امید روزهای کنون آمدن درست دادن تا بالا قضا با قزمی هم مدن نظر گرفته نشده معلوم نیه که اول بشه یا او نه بازم اونا چون خود معارف که هست یک کسی که در معارف کار میکنه او یک وظیفه انجام نمیده یک مسئولیتیه ما در اینجا هست اینا یک وظیفه که مثلا سر وظیفه میره اینجا استادا از مو دیانت و شهامت و مثلا مو چیزی که در معارف مو شما بوده اونو تدریس شده اونو میخوان کمیر منتقل انتقال بدن ولی ما استادای داریم که از راه های دور تشریف میآورن این معاش 5000 هزار 6000 یا 4000 که هسته اونو کفاف نمیکنه ولی که از جایی که ادای مسئولیت کرده باشن در قبال جامعه خود در قبال مردم خود از راه های دور میان حتی تا که بونو ماش هم داده نشده هر روز به سر و شاگردار تدریس مینوید بیننده گرامی در داخل زمین هستیم که ارزان که شده و یکی از اهالی و جوانان قریه طلاب در اینجا مسروفیت دارن ابتدا میخوایم خود معرفی کنم و بعد درباره مصروفیت از اونا صحبت میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم اول از همه تشریف آمبری شما را و قریه طلاب بسیار خیر مقدم عرض میکنم خوشحالم بنده یک جوانای قریه طلاب هستم که مصریف همی چوگرم دادن همی ارزانایم به اسم ما گل آقا گلاغا این زمین ارزان از خود چمانه؟ نه اینجا بزدی بریم این کارگاه روز چند برای شما ماهاش میدن؟ روز دو ساد افخانی به ما ماهاش میدن فقط شما به صلاح نگهداری از همین ارزان های دیگه؟ بله یاد اگه از همین ارزان ها دیگه اینجا همین چوقو کار رم بدیم و دیگه کار نیه دیگه دی کار و همین کار دیگه چی قسم چوقو کار رم بدیم؟ چوقو یا گنجشکان که میان بروی بر از این مزرعه چی کار میکنن؟ مثلا روی از این مسئله که می همه خوشو ارزان اینا رو میزنن بفهمیدین همه ارزان رو میخورن یا ارزان مال چوقکی شده انا با همین جی به می خاطر ما همین جیم که رم بدون که نخورم این ارزان مثلا امیانه شما مردم هو هو تپ تپ میکنه که نخور ببین من رقم هو هو تپ تپ خور چی قسمه فکر کنم تا ده قری برم دیگه چقوک جرأت نکنه بر زمین ارزه احمدی و نقیاب واسه صدا ما میارم چون تشکر گل جان شما چهار بیتی هم بلد میخونی گوی میگم میتونم میخونم سر سرا که هستم زمزمه میکنه خوب حوالا کم به سر سرا های ما گفته خود شما پس یک چهار بیتی زیبای بخونین که بیننده عزیز لذت ببرن خوب چش اوی زیارت جا که با دشتی الانه آه دل آرامه ای اخروباتی پی بکوی زنده جانه ای جانه ما خب بیننده گرامی در قریه زیبای طلاب هستیم و در روی بام قرار داریم در یکی از های بزرگ و زیبای قریه طلاب و در کنار هجرباب صاحب محمد عمر خان خطیبی غریه طلاب و ابتدا میخوایم که درباره حدود عربه قریه صحبت کنن اجازه میشه بگین که از شمالا و جنوباً قریه شما به کدام قریه وصله جنوباً به چیری شرقا به به چیزی که شمال که سفیون دیگه بی طرف عمدی قربان هم به البانی داشت میخوره جلوس مساحت زمینداری غیر شما چند جریبه؟ پنج هزار جریب زمین غیر شما پنج هزار جریب زمین داره و کلان هم تحت کشته؟ هم تحت کشته بله آیشو سه سال یک دفعه کش میشه آه. آیشو داره که هر سه سال یک بار نوبت میرسه که او کم تره بله نفوسی که در قریه شما زندگی میکنه چی تداده؟ یکی نیم هزار نفر خب عزیز در کنار یک تن از اعضای شورای قریه طلا و خواستم که با ایشان صحبت داشته باشیم درباره کارکردهای شورای انکشافی این قریه برادر عزیز خود ابتدا معرفی کنیم و بعد درباره کارکردهای شورا صحبت داشته باشیم بسم الله الرحمن الرحیم وکیل و دمانی هم یک از اعضای شورای قریه طلا چی کارهای انجام داده شورای انکشافی شما چی کارهای انجام داده تا حال پولی که ما به صاحب همبستگی میلی که ما گرفتیم تا دو مرحله ما گرفتیم مرحله اول که خیلی سابق بود قسمت همم چیز حمام ساختیم دیگه یک خود پول بعد از اینجا مصرف کردیم دیگه مرحله دوم هم یک مجتمع ساختیم خود چیز پول پول ساختیم همین کارو به شروع شده یک قسمت هم به برق مصرف شده به حساب شبکه داخلی برق مصرف شده چی کارهای انشالله در آینده روی دست داره اگر پروژه یا بودجه به دست شما بیای خب اگه بودجه بیاید خب معلوم دور دیگه زیاتر بود قریه به سران سرک خیلی خرابه بعد به سرک مصرف کنیم داخل قریه خیلی شر دیگه داره بعد داخل قریه بگیریم اینو واسه کار دانیم هم هماهنگی های مردم با اعضای شورا و در کل با کارکردهای شورا تا چه اندازه خوبه خوب خوب مردم نگا هم کاری نداشته باشم خودی به شورا هم کاری نداشته باشم و که نشم که دیگه به تنها خود شورا کاری کردن نمیتونم بعد همیشه که مردم خود شورا همکارم هم کارم و مردم از کارکردهای شورا انکشافی غری طلب تا چه اندازه راضی ام ایت 95 درصد راضی ام تو 5 درصد شاید بعض چی باشه البته بیننده گرامی مردم هم حضور ندارن اما خود از اینا نماینده مردم ان که واقعیت میگن خب میشه بگین که از چی اعضای شورا چند نفر این و چی تشکیلات داریم در داخل شورا خب ده نفر ما به حساب اعضای شورا ده نفریم و ماوین داریم و دونشی داریم و دیگه از اعضای دیگه عضو شورا هم بعضی خزانه دار داریم مثلا معتمد داریم همین هستند تشکر موفق باشیم و انشالله که بودیجه های بیشتر به دسترس شما کارکنان های رضاکار های های انکشافی غریجات بیایه و تا اینکه انشالله سطح زندگی مردم غریجات بالا بارین موفق باشیم همیشه انشالله تشکر شما قدم زدن در کوچه های طلاب به مصابینه که هر قدمی که برمیداریم پا جای قدم مجاهدین رادمرد و مجاهدینی که با ایمان و پایمردی و استقامت مردانوار رزمیدن و کشور را از یوق ظلم و ستم و تجاوزگران نجات دادن واقعا هر قدم که برمیداریم فکر میکنیم هنوز بوی بارو همو زمان زنده است خب بیننده عزیز در زیر سایه های درخت و کنار جوی البته روی پلچک در قریه زیوای طلاب نشستیم در کنار یک تن از اهالی مهربان این غریه بسیار آرام محیطی آرام به دور از صدای موتر و دود موتر و صدای بوغ موتر و الاخر دوست عزیز میشه خودم معرفی کنیم من نصار و از شورای طلاب نصر جان از زمانی که شورای شما شروع به فعالیت کرد در قریه چی کارهای انجام دادین میشه که نام ببریم ما بسیار کارها انجام دادیم به پول همبستگی خو خوب همون بساختیم مجتمع بساختیم پول و پرچک خوب بساختیم این کارا که ما انجام دادیم به پول همبستگی خو. خوب تشکر میشه بگین که خود شما غیر از اینکه و شورای چی مصروفیت دار در دارین در قریه طلب ما مصرفی هستم ما دکان داریم برای کارچلونی تو این برادر رو با همه کار ما خودی این از هر ورگان مسیسه بیای برادر که از همه کار بیای ما خودی کاره بیننده گرامی واقعیت هسته که ما هم که ایشان با ما هم همکاری کردن دو از ما از ابتدای برنامه با ما بودن چی کشت و کار میشه زیادتر در قریه طلاب؟ همین فیلن که گندوم و ماش و عرزنه. جو همین چیزا میشه تکارش هم کو کنجه و ارزان این تا چیزا میشه سالها کم آخه داره اوی کمه سالا دیگه خیلی چیز جنس ها میشه شیلی میشود و خیلی کارا میشود حالی کم کم سالا او کم شده شلی نمیشه دیگه این مواده دیگه چیزی میشه گندم و ارزان و جو و ماش کنجیت این چیزا کش میشه از باغداری ها هم میشه صحبت کنیم ما چند تا باغ دیدین باغ های بزرگی های محدود هست یا باغداری هم رواج داره در غیر شما باغداری رواج داره دیما خوب باغداری رواج داره خوب باغ خوب حاصل از باغ میدارم انگور فرامونی داره خیلی از باغام ریزی خوب میوه‌دونه خوبی هم داره تشکر شما که در یک خطه یا در یک منطقی هستین که کلا مجاهد بوده و مجاهد هستین آیا شما هم در دوران جهاد به صفوف مجاهدین بودین اگر بودین میشه خاطری از او دوران تعریف کنه ما بله از اول مجاهدین ما تو مخه خود مجاهدین بودیم یه خاطری دارم که ممید دم دکون ما جنازه جایی بود دم آزان شون بود که ما سن دست نماز گیریم تانگا به جامی شفاخونه استاده بود دست نماز گرفتیم برین نماز بخونیم منظور شما از شفاخونه هاشمی یعنی کلینیک هاشمی کلینیک هاشمی گفتم ای تیارو خرجی آورده گفتم نه بزنین دشمنای اینا دشمنه چی زمینی باشه چی هوای ایمانه که ما دستور زدن هم نداشیم. با بالای اینا دو تا شرید ما بزدیم اینا علامه زد دور زد دور که بزد بیام بالا بالای عمدی از بالای عمدی دو تا مندیلکا سیاهی لکد ما پلو در شکل خیله کردیم دیدیم که بیام آدمی بغل مچه جنازه ما دو سرا بودم این سر دو سرا بزد به زمین طرف که او ببین در شد از اونجه ما با افتیم همین صحبات قایم هم که انتمی جوی انداختان دیم بعد از اینکه قرار شد تحریک شد که ما ندید ما بیام آدیم بعد از این ما دیدیم که تو پای یک متر برده به زمین نه دایره نشون داره هیچینی چینی مرمی بر از این شدید از این هم به کنده برفته این تو خاطریه تیارایی که شما فکر میکنه اینا به شما کار نداره متاسفانه که به بله هم فکر کرده گفتم بزنیم اینا هوای زمینی هم که باشه بزنیم هوای هم که هسته بزنه علی کفتره بود این مرمی بزنیم چی نقضیق نمیشو برای دور زد بیا ما دیدیم یک دوت تا دو مندیلکای لکه گفتم برا دارا اینا به همه تا گفتم به همه بجستیم دیدیم با ما از این بیان بالا می تابله خاکم من بگستیم همین جوا خورم دختونده تشکر موفق باشین در اخیر گفتنی شما برای جوانان چیه برای جوانان که برای خود راسته باشم نماز خوب بکنم تاعت خوب بکنم مزایم کسی نشم سر نشین خیلی زیاد نباشم هنوی مستقبل شده شده تشکر از شما خیلی ممنون یک دنیا تشکر از شما بیننده گرامی در قریه طلاب آمدیم و ناگفته نمانه که اینجا زادگاه یک تن از همکاران عزیز و موفق ما جناب آقای احمدیار هست شیر احمد احمدیار و ایشان در کنار ما هستند و خوبه که روز جمعه اینا به دیدن دوستان و اقاریب آمدن و ما هم اتفاقا آمده بودیم و با هم یک جا شدیم و گفتیم که با ایشان هم درباره زادگاه از اینا صحبت داشته باشین امکار عزیز ابتدا که سلام قلبی تقدیم میکنم برای شما علیکم السلام ای طلاب قهرمان نور دو چشمان منی ای طلاب قهرمان نور دو چشمان منی پاسبان دین و میهن بهتر از جان منی چل چراغ آرزوی مردمان شب نشین بهتر از جان منو بهتر تر از جان منی به به سلام دارم خدمت شما و گروه اجتماعی به ویژه دوستای که در بخش برنامه بوی خوش روستا دعوت شخص شما جناب آقای احمدی جناب آقای کاظمی و همچنین آقای شادان در اینجا خیر مقدم عرض می‌کنم. کنم به یک خدمت همه دوستا و عزیزی که در تلویزیون اسلام هستن دارم و سلامی هم خدمت بیننده های عزیز و نیت گرامی دارم البته بیننده های گرامی فکر می‌کنم شاید البته شاید بعد از چندین وقت اولین بار باشه که جناب آقای احمدیار به این حالت با این لباس و دور از چشمنداز هفت و اینا اخبار میبینین میشه که درباره زادگاه و کمی صحبت داشته باشیم طوری که دوستای دیگه هم شاید صحبت کرده باشند زادگاه من جایی است که براسیم بایخش میورزم و جایی است که مهد دلیران و زادگاهی همچون شهید عبدالودود شهید عبدالطیف ملنگ شهید علاودین خان شهید حجی موسی رسولی و همچنان شهید غلام جان خطیب و شهدای دیگری همچون شهید عبدالغفور فرزند مرحوم مبین خان که از شهدای گمنام اینجا هستند که با نه نفر از آی خانواده شهید میشن و شهدای گمنام دیگری که تا اکنون فکر کنم که نخ و سوزن نامزادداری و ازدواجشان شاید نزد مادرایشان عنوان یادگار باقی مانده باشه اونا رفتن و دیگر باز نگشتند قریه ما یا قریه است که برستی مردم وحدت و اتفاق برادری و همه چیز دارن و برستی یک قریه که هنوز همون فضای احترام به بزرگترها رحم و شفقت به خودترها و رعایت انعنات مذهبی دینی و فرنگی خود الحمدلله رعایت میکنن الحمدلله بیننده گرامی به که در بین شهر طلاب تلو گفته میشه یا همون تلو رجش که میگن به خاطر که چون اسم های دیگر در دیگه جا هم هست درست گفتم جناسا درست بله دقیقا البته طوری که در بله تلاو میگن و حتی خوب یادم از وقتی که ما مسئولیت شورا را در قریه داشتیم برای اولین بار که وزیر سب قریه آماده بود وزیر سب انکشاف دیات همو زمان حکومت افغانستان جالب بود که درمون چیکی که برای غریه نشتیم قریه طالب و اینا کمکی چی شدن و نام قریه طالب نشته بودن و از امون جمع بنامه همی چی پروژه های ما منظوری شده بود و در اصل مشکل که شما اشاره کردین طلاب هست و اصطلاح تله آب و جایی که در اونجی آب گرد میایه و طوری که در قصه ها میگن چون قریه قریه بسیار تاریخی هست میگن پادشاه همون وقت که در هرات حکومت داشته او می و از پای داشته در اینجی یک تله آب بوده و از پای زورت از اینجی می آب میخورده و به قسم جزیره جزیره و, جزره و خانه های در این زندگی می کردن. یعنی قریه بسیار غریبی غریب با قدمتی چی خوب سالی سوالی که من فراموش کرده بودم شما بدون سوال پاسخ دادین تشکر وی ویژگی های گرچه گفتین و من همیر گفتم و باز هم میگم که قدم به قدمی که میگذاریم رد پای مجاهد است و قدم به قدم وجب به وجب خون شهید هست میشه که ویژگی های شاخص قریه تلاور صحبت کنیم ویژگی های شاخص یکی خود شما اشاره کردین مردم مردم رزمنده و مردم بسیار پرتلاشی هستند مردمی هستند که براستی صداقت انسانیت ایمانداری اه, سرشار هستند تاکه شما مشاهده کردیم امروز فکر کنم که دقیقا دو مسجد ما زیر کار بود یک مسجد جامعه بود که رفتیم از نزیم مشاهده کردین که با کمک های خود مردم ساخته میشد شد مردم دینداری هستند و شا... ایرانات دینی و شاعر دینی خود بسیار پایبند هستند مساجد الحمدلله ما 11 محل داریم اگر درست گفته باشم 11 مسجد هم در هر محل هست مساجد پر از مختدی هست و مردم مردمی هستند که بسیار به دین مسائل دینی پایبند هستند دارول فاز در خریه داریم که جا دار از همین جز مولوی عبدالعزیز هم تشکر بکنم اگر ما میتونیم ببینیم بسیار خوب بود و البته همین مسائل از بزرگای ما شده ما در راست خود در مسائل خیر و دینی خود اکثرا البته همه دوستا همکاری دارن کمک میکنن در غریه در مسائل کشفی دیگه حاجی صاحب سجان خطیبی که مسئول اتاق تجارت رات هستند یکی از مشاورین و یکی از واقعا خیرین بسیار پرتلاشی هست که در این غریه اونا همکاری دارن توجه دارن در فاز در ایجاد در امکانات و ضروریاتی که است در مکانی که فعلا کار میشه الحمدلله نقشه بارز خوبی داشتن و قریدار عزیزی که داریم که باز هم از خانواده شهدا هستند و از خطیب های عزیز و محترم ما هستند اونها هم در تلاش و در تکاپو هستند شورای عزیز و پرتلاشی که ما دارین که شما با اونها حتما صحبت های داشتین واقعا امینو امین و های بسیار خوبی است که تا وحدت همبستگی و اخوت وجود دارد قدم آهسته بردار شاید در هر قدمی که برمیداری قطره ای از خون شهید باشد و متوجه باش که پا روی خون شهید نگذاری بیننده گرامی در منطقه شهدا در منطقه جهاد در منطقه مجاهدین در منطقه بودیم که هنوز بوی باروت احساس می شد. در دیار شهدای همچون شهید علاءالدین خان شهید قلام خان شهید عبداللطیف ملنگ و شهید و شهید و الا شهید از دیار شهدا و در آخرین دقایق برنامه بوی خوش روسا از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد و بر روسای بعد خدایا رو نگهدار <applause> وطنم نام تور ببینم تو رازی با تر از دنیا ببینم تو رازی با تر از دنیا ببینم به هر گوش و شانم من حالی تو را سر سبز زیبا ببینم تو را سر ام زیبا